عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز چهارشنبه است، 19 می. چهارشنبه 19 می، آقای رضا کیهان عزیز برنامه را هدایت میکنه. عزیز سنگانه سپاس گذارم. بعد از تخریب خانه ها و اقامتگاه های فرماندهان گروه تروریستی حماس همینطور جهاد اسلامی، همسران و فرزندان اونها راهی کشور مصر شدن، وارد قاهره شدن و قاهره اونها رو در نقاط مختلف شهر جا داده. و فراموش نکنید که حماسی ها همیشه نسبت به مصری ها دشمنی ورزیدن و دروغ در خاک اون کشور عملیات تروریستی انجام دادن. عملیات اسرائیل علیه تاسیسات زیر ساختی غزه کماکان ادامه داره. اسرائیل ها تصمیم گرفتن به کل سازمان و شبکه تروریستی حماس رو منهدم بکنن و همین حالتی که آتش بس رو نمیپذیرن. ازیرش در همین لحظه بیریم به سراغ حامد محمدی عزیز. حامد روزنامه‌نگار جوان، از دید او به مسائل خاورمیانه و مسائل روز در ایران نگاه کنیم. ممنونم از رضا کیهان عزیزم. حامد جان درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود بر شما آقای میبودی، خسته نباشید. سلام به بینندگان و همکاران شما. حامد جان ما سراپا گوشیم. آقای میبودی، آن چیزی که برخلاف رویه 3-4 سال اخیر بود، مواقعی که گروه های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی به نوعی با اسرائیل درگیر می شدن، قال قضیه توی 1-2-3 روز، نهایتا 3-4 روز کنده می شد. واسطه ها، میانجی ها، دولت های مثل مصر، اردن، گاهن کشورهای اروپایی دخالت می کردن و مسئله حل می شد. این بار 3-4 روز که خب حملات سنگین حماس و جهاد اسلامی بود، گروه هایی هم از حزب الله و همینطور از خاک سوریه هم چند تا راکت و موشک به سمت اسرائیل پرتاب شد. ابعادی رو که این بار برای این گروه های فلسطینی جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده بود بسیار گسترده تر بود. بیش از 3500 راکت که لابلاش موشک های که قبلا بردشون انقدر نبود، تا 250 کیلومتر هم رسیده، هم از نظر فنی یک به اصطلاح پیشرفت برای حماس بود که خب چه میدونیم جمهوری اسلامی این تکنولوژی رو در اختیارشون قرار داده، و هم تهدید بزرگتر و جدی‌تر این بود، هم حجم آتش بیشتری رو ریختن، هم طولانی‌تر تهدیدات اسرائیل رو علیه اسرائیل رو ادامه دادن، و هم کار جدیدی رو که کردن این بود که همزمان در داخل اسرائیل هم آشوب و تحریک شکاف‌ها و ایدئولوژی‌ها و گروه‌های مختلفی رو که اونجا خب پس لرزه‌هاش قبلا هم بوده الان تشدید کردن، دوباره تبریب گسل‌های بزرگی کردن. به قول معروف یک استراتژی محدود اما ترکیبی علیه اسرائیل پیاده شد. سوال که الان تو تحلیل هستش اینه که جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این قضیه رو ادامه بده؟ چون از شواهد پیداست مستقیم زمانی که مذاکرات قفل شد و طرف‌های غربی در وین اصرار کردند که باید بحث موشک‌ها و تهدیدات منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم بیاریم رو میز و راجع بهش صحبت کنیم، وگرنه صحبت از این بود که تحریم‌ها لغو نخواهد شد با این چیزهای ساده. باجی رو که زمان اوباما قرار بود بگیرند و گرفتن، این بار از اون خبرها نیست. این تشدید درگیری‌ها تو منطقه تشدید شد. حالا آیا واقعا سوال اینجاست که اگر در وین جمهوری اسلامی به یک معامله هرچند ضعیف و خفیف برسه، آیا باز هم اینها کوتاه میان؟ آیا اصلا ممکنه اصلا به مرحله‌ای برسه که بخوان یک توافقی هرچند خفیف برای برداشته شدن یا کاهش تحریم‌ها بکنن؟ نظر شخصی من اینجاست که وقتی که بررسی می‌کنیم نشدنی نیستش. دست کم اگر انقدر اروپایی‌ها و آمریکا، دولت بایدن عاقل شده باشه که بدون دلایل خروج آمریکا از توافق اتمی در دولت ترامپ چه بوده، که مستقیم همین رفتارهای جمهوری اسلامی بوده، خرابکاری و به هم زدن صلح و ثبات منطقه از طریق گروه‌های نیابتی و اینها و موشک‌ها، اگر اون تجربه رو داشته باشه بعیده که تو این مرحله بتونه مذاکرات شبیه اون چیزی که در زمان اوباما اتفاق افتاد بیفته. بنابراین پیشبینی اینجاست که این درگیری‌ها ممکنه کم بشه، آروم‌تر بشه، اما دلیلش این نیستش که مشکل حل شده. نه، هر آنچه که جمهوری اسلامی داشت گذاشت تو همین دوری که الان می‌بینیم، تمام توانش رو گذاشت، اما به نظر میرسه وسط راه کم آوردن.
امروز صحبت از اونهایی که میگن در واقع رسانه ها، گروه ها و جریان ها و افرادی که دنبال اینن که یه کشوری بیاد وسط میانجیگری کنه، قال قضیه رو بکنه، اوضاع آرام بشه، در واقع آتش بس برقرار بشه، سازشون از تهران کوک میشه. اینو میشه رگه هاشو داخل اخبار دید. امیدوار به این بودن که اسرائیل بعد از 3-4 روز از این حالات کوتاه بیاد. چرا؟ چون تو مراحل قبلی به خاطر سیاست هایی که ترامپ داشت اگر درگیری میشد اوضاع آروم میشد که احیانا به پیمان ابراهیم لطمه نخوره، به روابط عرب و اسرائیل لطمه نخوره. ولی این بار آنطوری هم که باید عرب پشت حماس نبودند. درسته پادشاه عربستان محکوم کرد، خواستار این شد که قضیه آرام تر بشه، اما حتی رسانه های سعودی هم به این قضیه توجهی نکردند. یعنی صحبت های پادشاه عربستان مبنی بر این که اوضاع رو آروم کنید مثل همیشه بیاد میانجیگری بکنه هم خریدار نداشت. اسرائیل متوجه شد که سکوت اروپایی هم هست، اتفاقا حمایت دولت بایدن رو هم داشت. دست کم در عرض 10 روز گذشته 3 بار تلفنی بایدن و نتانیاهو صحبت کردن. هر 3 بارش بایدن در صحبت‌های کوتاه تاکید کرد که حق اسرائیل برای دفاع از خودش محفوظه. بنابراین برخلاف پیشبینی‌های جمهوری اسلامی، اون جوی هم که البته همچنان اسوسییتد پرس، رویترز، نیویورک تایمز، رسانه‌هایی که به لیبرال‌ها و چپ‌های آمریکا نزدیکند، خواستند که این پیشرانه رو ببرن جلو تکرار بکنن، اما دردی ازشون دوا نکرد. اسرائیل احساس کرد که تو این بار دست بازتری رو داره. ضمن اینم که جوی که توی غالب بود این بود که متوجه شدند گروه‌های فلسطینی از مردم داخل غزه به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند. اینها همه دست به دست هم داد تا اسرائیل زیر بار آتش بس نره و اتفاقا کارهایی رو کرد که توی سریهای قبل کمتر میکردش. عکس ها، تصاویر و ویدیو هست، تونل ها رو شناسایی کرده با بمب های سنگرکوب قوی. سنگ بخش تقریبا میستین که چیزی که میشه برآورد کرد 65-70% تونل های زیرزمینی شناسایی شدن، از بین رفته. تمام این برج‌هایی رو که نتانیاهو ازشون به عنوان برج‌های ترور یاد میشه، در ظاهر بانک بوده، در ظاهر ساختمانی بوده که 2-3 تا خبرگزاری توش مستقر بودن، و یا به نظر می اومده که کارخانه تولیدی صنایع معمولی و نرمال هستن، اما زیرش زاغ مهمات، انبار موشک، لانچر قرار میدادن. اونها رو شناسایی کرده. بالغ بر 35 و به روایتی 50 تا از فرماندهان بلندپایه حماس و جهاد رو زده و بخشی میگن حتی این فرار کردن فرزندانشون هم دلیل بر همین فشارهایی که داره میاره. مجموعاً به نظر میاد که اسرائیل دنبال اینه که اگر در وین حتی توافق هم شد، چنان ضربه سنگینی به حماس و جهاد اسلامی بزنه که تا مدت ها نتونن بازوی جمهوری اسلامی باشن برای حمله و برهم زدن امنیت اسرائیل. دوبارم اسماعیل هنیه توی 10 روز گذشته نامه داد به خامنه ای، بار اول ملایم‌تر، بار دوم واضح‌تر و شفاف‌تر. بهش گفت وقتشه که لوجستیک، حمایت و پشتیبانی نظامی و معنوی و مالی خودتون رو از جهاد اسلامی و حماس بیشتر بکنید، ولی جواب همچین دلچسبی براشون از تهران نیومد. اینجا هم هست که میشه فهمید که خود جمهوری اسلامی هم وارد مردابی شده با این تخمین که اسرائیل زود قال قضیه رو خودش میکنه، اما این اتفاق نیفتاده. دیر کردند. هم وین به بنبست خوردن، هم تو قضیه جنگ بین اسرائیل و گروه های فلسطینی. من تصورم اینه که جمهوری اسلامی این بارم دچار اشتباه محاسبه شده و تصور کرده با این عملیات میتونه عرصه امتیازخواهی خودش رو گسترده تر بکنه. ممکن اینطور نشه. نظر یک تاریخ نگار آقای میخائیل وولفسون، هم تاریخ نگار هم یکی از کارشناسان برجسته خاورمیانه است، در نشریه دیویل تاکیدش اینه که برجام وقتی امضا شد یا وقتی بر سر مسائل هسته ایران توافق شد بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه، خب عملیات زیاده خواهی هسته جمهوری اسلامی به پایان نرسید. نه، جمهوری اسلامی کماکان ارساز این رو داشت که به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنه. همین شواهد امروز این موضوع رو اثبات میکنه. اما اتفاقی افتاد اینکه بعد از توافق برجام عملیات
حمایت از ترور در منطقه خاورمیانه رو به گسترش گذاشت. چرا؟ چون جمهوری اسلامی پول نقد دسترسی پیدا کرد و پول نقد رو صرف تحکیم مواضع فرامرزی خودش کرد. این نظر آقای بولفسانه و هشدار میده که مبادا این بار هم این اشتباه تکرار بشه. اسرائیل توانست با یک هزینه اندک تأسیسات زیرزمینی حماس رو از بین ببره، یعنی تونل ها رو که ازش به عنوان مترو یاد میکنن یا شهر زیرزمینی غزه رو. این فقط همینطور که حامد عزیز گفت فقط وسیله هواپیماهایی که بمب‌های به اصطلاح بمب‌های در اختیار داشتن که میتونستن پناهگاه های زیرزمینی رو در هم بکوبن، سنگرکوب به اصطلاح. روز گذشته 60 فروند هواپیمای اسرائیلی 100 بمب رو پرتاب کردن به مواضع مختلف روی سر همین پناهگاه های زیرزمینی یا تونل های زیرزمینی که ازش قاچاق می شده، مثلا از مصر گاو و گوسفند وارد می کردن، قاچاقچیان فلسطینی یا قاچاقچیان مصری فرقی نمی کنه. و برخی از تونل ها انقدر گشاد بود که اتومبیل توش حرکت میکرد، جنگ افزار جابجا میکردن یا منتقل میکردن، عملیات پولشویی انجام میدادن، خیلی اقداماتی از طریق همین زیرزمین های تو در. اسرائیل موفق شد به همین بهانه کاری بکنه که در حالت عادی براش غیر ممکن بود انجام بشه. و همین علتی که زیر بار آتش بس نمیره تا تمام زیر ساخت ها رو از بین ببره و تخریب بکنه. به نظرم اسرائیل موفق شد با حمایت جمهوری اسلامی حماس رو از کار بندازه و کمر حماس رو بشکنه. اسرائیل به همین وضعیتی رسیده که در سال 2007-2008 داشت، یعنی جمهوری اسلامی کاری کرد که حماس تمامی توان و به اصطلاح قدرت نظامی و امنیتی خودش رو از دست بده. حامد جان سرپا گوشید. بله، همونطوری که گفتید من یه مقداری هم اجازه بدید، یعنی در واقع با ریسک بیشتر جسورانه تر هم بگم. من فکر میکنم اصلا تا مدت ها دیگه بازوی خوبی برای جمهوری اسلامی نباشه حماس. ببینید خیلی گروه بزرگی نیستن، یعنی صحبت از مثلا ما القاعده نمی کنیم هرگز به لحاظ سازمانی و ساختاری. حماس با القاعده اون جغرافیایی که توش فعالیت کردن، میزان بودجه هایی که جذب میکنن، هرگز شبیه گروهی مثل طالبان، القاعده، داعش اینها نیست. حماس یک سازمان تروریستی خصوصی غیر انتفاعیه، کوچیکه و ضربات این چنینی خیلی زودتر از پا در میارن. وقتی که صحبت از این است که 40-50 تا فرمانده اینها رو ترور کردن، ضربه بسیار بزرگی ساختارشون میپاشه. در واقع چون سازمان کوچک است، فرماندهان در رده های بالا بعضیا مجبورن کارهای عملیاتی زمینی رو هم انجام بدن. یعنی فقط این نیستش که زمانی که فرمانده حماس از بین میبری حذف میکنید، بتونید با فرمانده دیگه مثلا قاسم سلیمانی اگر حذف بشه قاهانی جایگزینش میشه، سیستم همچنان به رویش ادامه میده. ولی ساختار حماس یا جهاد اسلامی به این ترتیب اگه فرماندهش هم بزنی، از نظر میدانی هم اینا فشل میشن. این اتفاق برای حماس افتاد. بعید میدونم اون جوری هم که جمهوری اسلامی میخواست این ماموریت از کار در بیاد. شاید یکی دو روز اول یه مقداری حتی اونهایی هم که به سپر دفاعی موشکی اسرائیل ایمان داشتن جاهای احساس باگ کردن، ولی دیدیم بعد فکر میکنم که بعد از 48 ساعت دیگه اون باگ ها هم واقعی میبادی برطرف شد. یعنی دیگه اون تعداد موشک هایی که روز اول و دوم اصابت میکرد به اطراف یا به بعضی اونها دیگه ادامه پیدا نکرد. در واقع از نظر استراتژیک و از نظر نظامی و میدانی برای حماس دیگه نمیصرفید بیشتر از این راکت بریزه، هرچی هم که در توان داشت شک نکنید که گذشت. درسته بلوف میزنن میگن تازه این گوشه ای از توانایی ما بود مقاومت، این همه بلوف. حتی با یک زیردریایی بدون سرنشین اقدام کردن برن یکی از دکل‌های گاز اسرائیل رو چند کیلومتری ساحل مدیترانه بزنن، شناسایی شدن از بین رفتن. 3-4 مورد ماموریت‌های پهپادی از همون پهپادهای شهابی رو که تو همین کارخانجات میدن سربازا تو صنایع دفاع اینها میسازن دادن بهشون، اونها هم دردی ازشون دعوا نکردش. بنابراین تا مدت‌ها خیال اسرائیل راحت خواهد بود از این نظر که همچین حجم راکتی و اینها نیستش. به نظر میاد که این ماموریت که از تهران واگذار شده به حماس، چون به موفقیت نرسیده، اونهایی رو که نشستن نسخه رو نوشتند. حالا فرماندهان سپاه بودن،
به خورد علی خامنه‌ای دادن که اگر این کارو بکنید قفل توافقات وین ممکنه باز بشه، ممکنه بشه امتیازات بیشتری گرفت. به نظر میاد با این شکست اون جریانی که داخل حاکمیت واسه خامنه‌ای نسخه می‌نوشتن که چه کار بکنیم که دست بالا رو بگیریم یا بتونیم لابی بکنیم، مذاکره بکنیم، معامله بکنیم، یه مقداری دم انتخابات هم ضعیف میشه. در واقع میشه گفتش که جناحی رو که سعید محمد و دهقان و اینها تو اونهایی که توی سپاهیایی که دارن میرن وارد عرصه انتخابات بشن، پشتیبانان اونها، اون پایگاهاشون الان ضعیف شده، یه مقداری یه جورایی به نفع رئیسی شد. این اولیش. دومیش اینجاست که دست جمهوری اسلامی حسابی بسته میشه، چون فکر میکنم اگر قرار باشه کل این جنگی رو که اتفاق افتاد توی جمله خلاصه بکنیم، حزب الله پشت جمهوری اسلامی رو خالی کرد، نیومد وسط، سه چهار تا راکت زد. در واقع حسن نصرالله متوجه شد که این میدان میدانی است که باید ماستا رو کیسه کرد. احتمالاً از هفته های دیگه اختلافات بین حماس و جمهوری اسلامی، درگیری های داخلی بین حماس، درگیری هاشون بین گردان های نظامی و بخش سیاسیش، درگیری ها بین حماس و حزب الله، اینها همه آشفته بشه، بره بالا. همونجوری که گفتید اون کارتی رو که جمهوری اسلامی داشت از این گروه های نیابتی استفاده میکرد، باجگیری میکرد، اون کارت الان ازش گرفته شده، بی اثر شده. دقیقاً چیزی بود که اتفاقا نتانیاهو هم میخواست. یکی از بزرگترین کمک هایی که کرد برای اینکه از شر این اختلافات داخلی و تشکیل کابینه و رقابت با اون نفتالی اینها راحت بشه این بود، کمک بزرگی به نتانیاهو کرد، جایگاهش رو دوباره از حتی مخالفانش و منتقدین داخلیش گرفت، آورد، انان کار افتاده دستش. خبر بعد دیگه شون براشون اینجا بود که جو بایدن، میدونید مدت‌های زیادیه که تقریبا تو این سه ماهی که اومده هر بار که راجع به مسائل ایران و خاورمیانه باهاش صحبت میکنن تو مصاحبه ها میره توی عالم هپروت، انگار مجنون میشه، به جواب با نو خلاصه میکنه یا چشماش جاهای دیگه میره، ترجیح میده که صحبت نکنه راجبش. ولی همین که سه بار زنگ میزنه به نتانیاهو تاکید میکنه که تو حق دفاع رو داری، همین انقدری که امروز از دوروبر وین خبر میرسه که اتفاقات به ضرر جمهوری اسلامی افتاده، احیای برجام با مشکل روبرو شده، یهو تو تور اروپایی ظریف در اتریش تو وین پرچم اسرائیل رو در کنار پرچم اتریش و اتحادیه اروپا به اهتزاز در میارن، ظریف کنسل میکنه سفرش رو، اما اتریشی ها میگن خب این دوست ماست، هرگز این ملاحظات رو ما رعایت نمی کنیم، ما اسرائیل در کنار اسرائیل هستیم. اینها همه دست به دست هم میده که نشون میده اوضاع احیای برجام برای جمهوری اسلامی فوق العاده سخت. احتمالا جمهوری اسلامی وقتی که ببینه میدان حمله به اسرائیل خیلی واسش جواب نداده، اگر مذاکراتی رو که با عربستان شروع کرده، اتفاقا عربستان هم به موقع شروع کرد، چون میدونست که اگر احساس من اینجاست، چون میدونست که اگر پروژه تهدید اسرائیل به نتیجه نداده، گزینه بعدی حمله به حوثی ها، به یعنی در واقع کارت بعدی اسلامی جمهوری اسلامی از طریق حوثی ها فشار به عربستانه. عربستان از تقریبا 5 6 هفته پیش شروع کرده بود در بغداد و اینها لابیگری و لاس زدن اینجور کارا. به نظر میاد اگر این مذاکراتشون به نتیجه نرسه، یعنی با ریاض نتونن کنار بیان، این اتفاقاتی رو که در مورد اسرائیل با حماس افتاد یک جور دیگرش با عربستان و حوثی ها و این انصار الله بیفته. یه مسئله دیگه هم که هست داخل پرانتز بگم، یک جنگی داره تو خاورمیانه راه میفته، گروه های تروریستی که همجنس جمهوری اسلامی هن یا یه جوری با هم بده بستون دارن، مثل طالبان، مثل انصار الله، حتی القاعده، دارن به تدریج میرن به سمت منابع آبی. در عرض یکی دو ماه 4-5 خبر اومد که حوثی ها رفتن سد معرب در یمن رو گرفتن، طالبان یکی دو سه تا سد تو غرب افغانستان رو گرفته، یا در داخل عراق بر سر رودخانه ها یا بخش های از رودخانه ها بین گروه ها اینا درگیر افتاده. احساس من اینجاست که جمهوری اسلامی داره وارد فاز وخیم تری از تهدید ها میشه. نشونه این مدل تهدیدها رو میشه کجا دید؟ اینجا بود که گزارش دادن اسرائیلیا که در ساحل مدیترانه یک نفتکشی مدت هاست که اونجا لنگر انداخته، اما ازش نشت میکنه، نفت و مواد سوختی و میعانات موج آورده به ساحل اسرائیل، بخش زیادی از ساحل رو آلوده کرده.
بعدا تو گزارشات نهادهای امنیتی اومد که این نفتکش از قصد اینجا آورده و این شیرفلکه ها رو باز کردن صدمه بزنن از این طریق، از طریق زیست محیطی بیولوژیک به اسرائیل. من احساس میکنم جمهوری اسلامی تو فاز بعدیش اگر بخواد کارتی بگیره از جامعه بین الملل، دست به کارهایی بزنه که تقریبا هالیوودیه، تو فیلم ها، تو داستان ها میشه مددش دید، میره به اون سمت. اینکه حالا چه کارهایی بکنه، عملیات میکروبی، عملیات شیمیایی، لطمه زدن به محیط زیست، گروگانگیری بیشتر، باید دنبال اینجور چیزا بود. برای که بدونی که جمهوری اسلامی چقدر حساب باز کرد بود روی عملیات حماس، و کافیش روزنامه ها رو نگاه کنیم، روزنامه کیهان از روز نخست حمله تا به امروز، متوجه میشید که به تدریج شعارها داره کمرنگتر میشه. روز دوشنبه آقای علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، وزیر خارجه پیشین رژیم، که دیدار داشت با دبیر کل جهاد اسلامی، گفت که به زودی نماز خواهیم خواند به امامت آیت الله خامنه ای در کجا؟ در قدس شریف. یعنی اینقدر اینا دچار توهم شده بودن از بابت باران موشکی بر سر اسرائیل، و خود این حرفای او و برخی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی نشون میداد که اینا حساب باز کردن برای عملیاتی که حماس انجام داده، و اونا تصور میکردن که سودش اونا در مذاکرات بین‌المللی خواهند برد. امتیازخواهی، عرصه امتیازخواهی الان دیگه برای اونها بازه، و میتونن امیدوار باشن که همین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران با در فضای بازتری با امکانات بیشتری کار خودشون رو پیش ببرن. نشد دیگه، این انتظارات برآورده نشد. حامد جان، برای اینکه به جمع‌بندی برسیم، به دقایق پایانی برنامه اجازه بدید من همینجا همه رو بقیه برنامه رو میدم به شما، بفرمایید. یک الگویی که تخیلی بود تو ذهن فرماندهان ارشد سپاه، اینها بخشش رو هم از الگوی کره شمالی گرفته بودند، گمان میکردن که اگر قرار باشه به یک نقطه حمله بکنن، اگر با حجم سنگینی موشک و راکت در واقع آتش تهیه مناسب و قوی بریزن و بعد شروع کنن فاز دوم و سوم، همین اتفاقی که توی غزه افتاد در مورد اسرائیل، گمان میکردن با این الگو میتونن صدمه بزنن، لطمه بزنن، در واقع اوج تبحر و عناصر نمیدونم فرهیختگی مقاومت، جبهه مقاومت جمع شده بود تو همین عملیات حماس، که اگر جواب بده ادامه بدن این رو. این به شکست خورد. رگه هاشو میشه پیدا کردش توی صحبت ها، مصاحبه ها، الگوها، نمیدونم جلساتی که تو همایش های بریز و بپاش هایی که از قبل از کرونا حتی داشتن تو ایران، این بود. حجم سنگین، موشک باران شدید، از هر سو یک موشکی بباره. تو عکس هاشون هم زمانی که رزمایش اینجور داشتن تبلیغ میکردن، حجم زیادی از لانچرها یهو شروع میکرد به پرتاب، میریخت به یک نقطه، و تبلیغات و یک موسیقی مارش امام حسینی و کربلایی هم میذاشتن روش، و بعد هم میومدن از اقتدار مقاومت و جریان انقلاب و آزادی قدس و این چیزا میگفتن. این پروژه تمام شد، این پروژه به گل نشست. اسرائیل هم اتفاقا خوب میدونست این رو، فیلماش هست، میشه بررسی کرد، توی سرچ بکنید، حجم زیاد آتشبار، حجم زیاد موشک، نمیدونم باران موشکی، شهر موشکی، تمام اینها خلاصه شد تو این. کار جمهوری اسلامی تو وین سخت شد. تقریبا هم آثار میان مدت داره، هم آثار کوتاه مدت و هم آثار بلند مدت. آثار میان مدتش رو که خیلی فکر میکنم زودتر از اون چیزی که حتی بشه تصورش رو کرد ببینیم، اثرش رو میذاره تو انتخابات. من احتمال میدم که حتی بین مناظره های انتخاباتی، در چون شروع شده اینهایی که میگیم، بین گفتگوها، نمیدونم مقالات روزنامه ها، اینا اثراتش رو میشه دیدش، که گرای اشتباه به حماس دادن برای این کار. تشکر میکنم. ممنونم عابد عزیز. حامد محمدی یا تماش روزنامه‌نگاریست که در انقلاب اسلامی بزرگ شده، برداشتاش و نگاش به نظرم فوق‌العاده است. سپاس حامد جان، خیلی ممنونم. تا گفتگوی دیگر. متشکرم از شما.